طبیعت بی جان، شعر و صدای روزا جمالی. برای سطح میز یک لامپ کافی است. نور پس زمین آنقدر زیاد است که بر نرمه انگشت هایم به موازاتش کش می آید. پایین می کشد صاف و لخت. یک دست تا عرض و قسمتی از طولش را سایه می زند. برای سطح میز یک لامپ کافی است. این باد بود که در را بست، اینجا را به صورت برق پیدا کرده بود، آن خروس که فردا را خوانده بود. زاویه باد مناسب نبود یا حرکت عقربه ها پیش بینی نشده بود. شیری و لرم که سر می رفت از کنارهایش و من کسانی پیش شکسته بودم با توده ای موسمی که از شمال به شرق می رفت، با باریکه های عمود وقتی که از بندهای من پس می کشید، آن دقیقه به نوارهای باریکی از انگشت هایم دوخته شده بود. بر پلک های من خوابیده بود که آرام آرام به سمت آب می رفت. بر محدوده ای گنگ که مرسوم بود، خطوطی موازی که به قطب می رفت. مرسوم است که این منحنی واسطه مناسبی برای لکه های جوهر نیست. نقطه ای ثابت فرض شده بودم و باریکه هایم یخ بسته بود. پاره ای از من براب بود که یک دست در لحظه از من جدا می شد و با یک حرکت مستقیم به فراموشی می رفت. جایی که روی سطح یخیش رخنه کرده بود و شکافهایش را دوپاره می کرد، بر نیمهی که منتشر می شد باد قاطع رسوخ می کرد. من از کنارهای کاغذ پس کشیده بودم که باریکه هایم از اینجا رخت بربست. ارتفاعی 9 متری که داشت فرو می ریخت. در ثانیهی که معکوس می رفت، من بر لبه های شیشه سایه انداخته بودم. یک حرکت باد بود که به کاغذها خاتمه داد و چارچوب در را بست. کرکسی ساده روی دیوار نشسته است. بگذار به آب بریزم آنچه را که از فرط ما گذشته است. دیگر هجاهایش خوانده نمی شود. محو بر سرزمینی از یاد رفته است که توده های لرزانم برآب است. اینجا کرکسی است که با آب هم خواب.